رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر، امیدوارم خوب باشید. سلام، بفرمایید. ببخشید، من دو تا سوال مختلف دارم. اولین سوال من در مورد افرادی هستش که وقتی به دنیا میان، مثلا به عنوان یه پسر به دنیا میان یا به عنوان یه دختر به دنیا میان، و خب از نظر ژنتیکی و شکل ظاهر جنسیتشون مشخصه، ولی وقتی به سن بلوغ میرسن خودشون رو در اون جنسیتی که به دنیا اومدن نمیبینن و تصمیم میگیرن که تغییر جنسیت بدن. میخواستم ببینم که این افراد چه اتفاقی براشون در این برهه از زمان بیفته که به این مسئله پی میبرن، و آیا اصلا دستبندی انسان ها بین زن و مرد و چیزی بینابین الان وجود داره؟ و اینا رو از جهت اطلاع خودم. نه، دقیقا همین رو داره عزیز. نه، ما در دنیایی هستیم که مطالعات نشون میده آدم ها وقتی به این دنیا میان زنن یا مردن یا همجنسگرا، حالا انواعش، و بنابراین درست است که در آغاز بدنشون نمایندگی جنسیتشون رو داره، ولی بعدا متوجه میشن که در بسنا بدن حتی اشتباه هستند. یعنی درست مثل این مونه که یه بدنی رو ساختن پسر یا دختر، یه بدنی رو ساختن دختر، ولی آخر کار فرض کنین قرار بوده آلت تناسلی رو بذارن مال پسر رو گذاشت. حالا این چه شده؟ چه اتفاقی افتاده در طبیعت رو هنوز دقیق نمیدونیم، ولی واقعا گفتن این که انسان ها سه گونن، زنن، مردن و یا گی اگر بشه گفت، یا هم جنس گرا، حالا گفتم انواعی داره، کاملا مشخص است و بنا همین جهت است که کارش هم نمیشه کرد. همونطور که شما به جنگ پسر به دلیل پسر بودن یا دختر بودن نمیتونید برید و نباید برید، چون با قاعده طبیعت در تضاده. همیشه میشه همه کار کرد. شما میتونید هر مردی رو از رابطه جنسی بیزار و متنفر کنید یا هر زنی رو، ولی این در حقیقت آسیب زدنه و مخالف قاعده و قانون طبیعت و مقتضیات درونی یه انسان حرکت کردنه. بنابراین شما با آدم های روبرو میشید که گرچه بر حسب ظاهر زنند، در درونشون یه مرد قرار داره، و یا مردن در درونشون یه زن. بنابراین همجنسگرایی نوع عادی و طبیعی است، و چون نباید و نمیشه کاری کرد باید اون رو پذیرفت. اما اینکه آدم ها بیان وقتی که متوجه این حالات شدن که یه نوعی از گرایش ها و تمایلات و تقسیم بندی هست که وارد اون نمیخوام بشم، بخوان تغییر جنسیتی بدن که آنچه در درونشونه با بیرونشون یکی باشه، اون رو بسیاری توصیه نمی کنن. علتش هم این هست که اولا مخصوصا این تغییرات جراحی یا جراحی های مکرری میخواد، جراحی های بسیار سنگینه. بعدا با وجود همه پیشرفت های علمی شکل عادی و معمولی رو پیدا نمی کنه. و تازه برفرض که شکل عادی و معمولی رسن تا حدودی پیدا کنه یا خود فرد راضی باشه، کسی که بعدا قرار با اونا رابطه داشته باشه مسئله و مشکل داره. یعنی فرض بفرمایید زنی مرد شده و مردی زن شده. اولا بگذاریم از اینکه به هر حال اینا ویژگی های تمام که نیست، یه مقداری هنوز از اون جنبه های دیگه به دلایل حتی تربیتی و کودکی و اینا وجود داره، ولی اصلا برفرض که همه اونا رو نادیده بگیرید، شما همینقدر که با این واقعیت روبرو بشید که مردی که مثلا الان باهاش روبرو هستید یه زنی، و آنچه که به عنوان عادت تناسلیه یه ساخته و پرداخته دنیای علم و تکنولوژی است که در اونجا قرار گرفته، و تازه اگر کارش رو به گونه عادی و طبیعی بکنه با مسائل و مشکلاتی همراهه، و خود اون ذهنیت آزار دهنده است. به همین جهت است که آمارای خودکشی این تغییر جنسیت ها خیلی بالاست. یعنی بسیاری از کسانی که مثلا در برخی از جوامع این تغییر فیزیکی رو دادن، بعدن خوشحال و راضی نبودن و خودکشی کردن، در حالی که جمع همجنسگراها یه همچین درصد خودکشی نداشتن. و من اگر توصیه عمومی من و نظر شخصی من رو در این زمینه در حد کمه کمی که میدانم بخواید، اگر زنید و یا مردید ولی همجنسگرایید، اون رو بپذیرید
باش راحت باشید و تغییری هم در بدنتون در این زمینه ندید. به نظر من این سلامت فیزیکی و اون همه جراحی هایی که حتما آسیب زننده است، ما با وجود همه پیشرفت ها درسته که با جراحی مثلا از مرگ جلوگیری میکنیم، ولی شما هر وقت تو زندگیتون جراحی کردید یه چیزای دیگه ای ناچار خراب شده یا به خوبی قبل نبود. میدونید تو همه زمینه ها میتونید ببینید، حتی در جهت زیبایی شما بعدا متوجه میشید که افرادی که خواستن زیباتر بشند بعدا به دلیل دگرگونی های همراه با عامل زمان برخی از اوقات خیلی نازیباتر شدن، چه برسه به بقیه چیزها. به همچنین که من واقعا باورم این است که این طبیعتی که تایی 300-400 میلیون سال این بدن رو ساخته به این راحتی ها ما نمیتونیم دستکاریش کنیم. درسته در وقت ضرورت برای دوری از درد و مرگ باید یک کاری کرد، ولی در جهت ظاهر و زیبایی و یا کار کردش جایی گفته بود. بنابراین من دوستانی که در گذشته با من مشورت میکردن توصیه من این بود خدمتشون که شما بهتره بپذیرید هم جنس گرایی حالا از انواعی که هست، ولی تغییری در بدنتون ندید. نه اینکه بگم شما حق این کار رو ندارید، نه، این آزادی برای شما هست که اون رو انتخاب کنید، ولی من اون رو توصیه نمی کنم. آمارا هم اینو نشون نمیده. جمله رو باز تکرار میکنم، نارضایتی و خودکشی ارقامش اون زمانی که من آمارا رو دیدم مثلا باور نکردنی بود و بنابراین دلیل نداره که آدم کاری بکنه که پشیمونی داشته باشه. ضمناً اونم با صرف هزینه های بسیار و درد و رنج فراوان و تازه نوعی که به صورت عادی و یا تکمیلش معمولاً کمتر در میاد. ولی اگر کسانی یا کسی نظر و عقیده مختلف و متفاوت داره رو کاملاً میپذیرم و به همین که نظرم رو و توصیه‌ام خدمتتون عرض کردم. ببخشید من یه سوال دیگه در این زمینه دارم و اونم اینه که وقتی کسی به صورت ژنتیکی، خب ژنتیکش یه مرد هست و هورمون‌های مردونه داره ترشح می‌کنه. آخه نه اینقدر اینجوری نگید. نه صبر کنید، صبر کنید. ژنتیکش به صورت مرگ هست. برخی از وقت تفاوت ژنتیکی ای بسا 1 در 1000. یعنی اینقدر نیست. شما اون تفاوت رو ما در جامعه مخصوصا بعدن با اسم و لباس و آرایش و حرکت و زندگی به وجود آوردیم و الا تفاوت میان زن و مرد خیلی خیلی ناچیزه، اینقدر ناچیز که از نظر ژنتیکی به حساب نمیاد. تفاوت میان زنان با هم و مردان با هم خیلی بیشتر از تفاوت متوسط زنان و مردان با همه. بنابراین اون اصلا معنی دار نیست. بنابراین از اون ذهنیت بیاد بیرون. ببینید شما اگر با دوستانی که همجنسگرا هستند ارتباط داشته باشید و یا گفتگو کرده باشید که من در کار روان درمان یا تراپی داشتم، شما کاملا متوجه میشید که درست مثل اسم یک کسی که میگن که اسم هم پسر هم دختره، شما واقعا نمیتونید تشخیص بدید کدام کدامه و یا اصلا نوعی که خودشون بهش نگاه میکنن. بنابراین به نظر من در دنیای امروز من و شما قرار دیگران رو آنگونه که هستند یا خودشون رو میدانند یا مایلند اونگونه خودشون رو معرفی کنند بپذیریم. این دیگه به من مربوط نیست که درباره شما نظری داشته باشم و تازه این نظری هم دارم اون نظر رو فقط و فقط برای خودم حفظ میکنم و نگه میدارم و تازه اگر خیلی واقع بینانه و اخلاقی انسانی نیست باید از اون نظر شرمنده باشم. همچنین که در این گونه موارد بهتر است هر کس همون گونه که هست و خودش مایل و بیان میکنه و دوست داره باشه و من و شما به خودمون و زندگی خودمون توجه داشته باشیم، ولی در چارچوبی که به عنوان آگاهی بیان فرمودید من فکر میکنم تکلیف مسئله بسیار بسیار روشن. فقط یه سوال کوچیک دیگه این هست که آیا اون محیطی که درش زندگی میکنن و تبلیغاتی که در اون زمینه در جهت همجنسگرایی میشه آیا افراد رو به اون سمت میفرسته؟ اصلا که...
ابدا. مثل این است که شما بگید اینقدر اصلا اینطور درباره نیست. حاملگی ما تبلیغ میکنیم که برخی از مردان حامله میشن. ممکنه برخی از مردان دلشون بخواد بچه دار بشن، حامله نمیشن. نه عزیز، بله ببینید اینجا گرفتاری است که ما میخوایم بگیم که بسیاری از این موضوعات تربیتی یا محیطی است. نیست. به همین جهت که اگر یک کسی هم جنس گراست، هم جنس گراست، درست مانند دانه‌ای که شما کاشتید و وقتی میکاشید فکر کردید دانه تون مثلا دانه گل شب بوه، کاشتید، حالا متوجه میشید این گل سرخ بود، آمده بیرون. حالا اینو میپذیرید. اینکه شما چه تصوری داشتید اصلا موضوع و مسئله نیست. به همین جهت است که ماجرای آنچه که به طور کلی سکشوالیتی و یا جنسیت میشناسی میشه چیزی است که هست. حتی میدونید اگر شما به سی دی 13 تا 19 سالگی من مراجعه کنید خواهید دید که بچه های ما در سن مثلا 13 14 15 16 به ما میگن کیان و تقریبا هم هیچ کاری نمیشه کرد. همیشه هم عرض کردم اگر تمام نیرویتون رو به عنوان پدر و مادر و آگاهی هم داشته باشید، تغییری در اون نقش جنسی، احتیاجات جنسی، طریقه ارضاء اونها در فرزندانتون بعد از 13 14 سالگی نمیتونید به وجود بیارید. یعنی هستن. تمام کوششی که من شما میکنیم این است که اون اتفاقاتی که ما بد میدونیم، محیط اجتماعی بد میدونیم، ممکنه 3 ماه بعد اتفاق بیفته. یعنی پسر و دختر من و شما میخواستن در 16 سالگی هم دیگر رو ببوسند، شما تمام نیروهای بحثای نمیدونم گناه و ثواب و بهشت و جهنم هم روشون بریزید، سر میشه 16 سال و 3 ماه این کار رو. این فقط یک کمی به تأخیر انداختن، اونم تازه اگر باشه، اونم تازه اگر با آگاهی باشه. بنابراین میدونید این مواردی است که مثل که من و شما قد آدم ها رو در سن 30 سالگی باید بپذیریم. همینه. 3 سالگی نه، برای که میتونه تغییر کنه، ولی 30 سالگی تمومه دیگه، این قد این آدمه. جنسیت هم در حقیقت چیزی است که آدم ها هستند و جدال با اونها به جایی نمیرسه. به همین جاست که در درازای تاریخ تمام برخوردهای ما با این موضوع جز گرفتاری و بیماری هیچی درست نکرده و فروید حرفش کاملا درسته که ریشه اصلی و اساسی بیماری های روانی، اختلالات روانی در حقیقت موضوع جنسیت و برخورد نادرست با اونه و اینو دقیقا میدونیم. ما حالات جنسی کودک رو در 14 ماه و 14 تا 3 سالگی، 3 تا 4 سالگی، 4 تا 6 سالگی، 6 به 1 اعتبار تا 7 سالگی، بعد 7 تا 13 سالگی، بعد 13 به بعد به عنوان یه فرد به هر حال نوجوان و جوان و بالغ کاملا اصولش رو و کلیاتش رو و مسیرش رو میشناسیم و باهاش آشنا هستیم و عدم توجه به این واقعیات میتونه گرفتاری ایجاد کنه. اصلا شما به اختلالات شخصیت نگاه کنید، یعنی پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر، ناپایدار، هیستریانیک پرسونالیتی دیسوردر، هیجانی نمایشی، پارانوید پرسونال دیسوردر، شخصیت وسواسی، نارسیسیستیک پرسونال دیسوردر، این 4 تا رو شما نگاه کنید ریشش در برخورد نادرستی است که بین 4 تا 7 سالگی پدر و مادر در جهت مسائل جنسی و موضوع جنسی با پسر و دخترشون داشتن. این به همین سادگی، یعنی اینقدر آشکار. به همین جهت است که آیا این برخورد ها میتونه تاثیر بذاره رو گرایش های جنسیشون؟ نه نه دیگه، عرض من همین است. ببینید گرایش و تمایلات، بذارید یه جور دیگه خدمتتون عرض کنم، یه مقدار مطالعات نشون میده که در خب ما تنها زن و مرد نیستیم عزیز. شما 90% زنی، 10% مردید. حالا منم اگر عادی باشم 90% مردم، 10% زنم. بنابراین ما خالی از نرین جان و مادین جان نیستیم و بنابراین بله ممکنه به دلیل حوادث و اتفاقات از جمله تجاوز جنسی و یا روابط نامناسب با پدر و مادر گرایش های جنسی تغییر کنه. یعنی یه پسر و یا یه دختر یه کمی هم تمایلی پیدا کنن 1% 2% به جنس موافق، یعنی دختر بره سراغ دختر، پسر بره سراغ پسر. اما این انحراف جنسیه، این تغییر در هویت و به نوعی شخصیت اون فرد نیست. برای این بسیارن مردانی که رابطه جنسی با مردان رو دوست دارن
بسیارن زنانی که با زنان مادام که هم جنسگرا نیستن، اسم این بیماری اختلال و گرفتاری روانیه. یعنی یه مرد هم جنسگرا گرایشش به سمت یک مرد هم جنسگرا عادیه، ولی یک مرد استریت یا نرمال تمایلش به مرد دیگه انحراف جنسیه. بنابراین مثلا در یک کشوری مانند ایران به دلایل بسیار که وارد بحثش نمیخوام بشم، از 100 تا رابطه جنسی میان دو تا مذکر، حالا دو تا پسر یه مرد و پسر یا دو تا مرد، بیش از 90% انحراف جنسی. اینا هم جنسگرایی نیست. به همین جهت است که تفاوتی وجود داره بین هم جنسگرایی که فرد چنینه یا در درون کسی دیگری، یعنی یه مردی است که در درونش یه زنه، پس رابطش با یه مرد عادیه، در حالی که یه مرد که با مرد دیگه رابطه داره وقتی هر دو مردند اسمش انحراف جنسیه، اسمش اختلال جنسیه و بیماریه. بله. برای این متاسفانه این تفکیک در جامعه ایران صورت نمیگیره. ما فکر کنیم اگه دو تا پسر یا دو تا دختر با هم رابطه جنسی داشتن هم جنس گران، ابدا. اینا و به همین جهت که حتی یه وسطی وجود داره که بایسکشواله، یعنی هر دو هستن، یعنی کسانی هستن که این میزان نرین جان و مادین جان به نوعی است که ای بسا 40 و 60 و در نتیجه این وسط این حوزه زن و مردی باقی موندن به هر حال. ولی اونچه که هست طبیعی است، اونچه که هست من شما قراره آدم ها رو همون گونه که خودشون مایلن باشن، دوست دارن باشن، مایلن اون گونه شناخته بشن، مایلن اون گونه نامیده بشن، این کار رو میکنیم و به هیچ وجه نظری و عقیده شخصی رو در خصوص این موضوع ها به کار نمیگیریم. خیلی ممنون واسه چراغایی که واسه من روشن کردین، چون خیلی نقاط تاریک تو ذهنم بود که الان کاملا برای من مشخص شد.